Shall we? Let's go. Let's go. سلام. 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 خیلی غریبه اینجا نشستی. نمیتونم. بر نمیتابم اینا این تغییره. آره. به این هم میدین مشکل چیه؟ به این روخت عادت ندارم. این سمت بده. راست هم عادت. سمت اون بر خیلی بهتره. اصلا شما مهم نیستی. سلام روجین. سلام. سلام. سلام روجین. شنبتون بخیر. از این برنامه روشیتون بخیر. چه خبر؟ خوبی؟ مرسی. شما خوبی؟ آره. خوش اومدی به اپیزود خودکست. سر اپیزود سختی داریم. بچه‌ها شما رو دعوت می‌کنن که کمک کارشناس فنی. آره چون که ما که سیویلیم دیگه همه، می‌دونی؟ آخرین باری که شروع کردیم خیلی بد نیست. مثلا 4 تا سیبیلیم واقعا، یعنی به این فکر میکنی؟ چرا خیلی؟ یعنی 4 تا سیبیل شبیه تقریبا. حالا باز خود فرهاد هست، یه سر مثلا لطیف و اینایی مثل ما. نه میدونی حالا اپیزود منه. تو کامنت هایی که میاد من زیاد دیدم که میگن نظراتون خیلی با هم متفاوته، ولی ما خودمون فکر نمی کنم چنین احساسی داشته باشیم. چرا؟ خود احساس میکنی که خیلی نظراتون متفاوته؟ تو یه سری چیزا من با شما ها متفاوته. تو یه سری چیزا. آره حالا خودتو جدا کن. نه جدی میگم نیست، نمیدونم. ولی مثلا بعضی موقع من مثلا دارم ادیت میکنم میگم اون چرت و سیبیل نشستیم. آره اون مورد مثلا در مورد اپلاسیون داشتیم صحبت میکردیم موقع ادیت. بعضی موقع اینطوری که چرا اصلا ما در این مورد اصلا چجوری این رو بالا چرا باید صحبت بیا. خوشحالیم که هستی و خوش اومدی روژین. کاش اینجا بودی روژین که برنامه خود خواهر. نمیدونم کجا الان میشنست. اینجا الان من خیلی بعد سکوچ میکردیم تو هم وسط طوری. نه یه دونه من صندلی دیگه میخوام. نه این کوچولو میذاشی فرهاد میذاشی اینجا. من صندلی دیگه میخوام. آره. فرهاد میذاشی رو زمین. روزی شما میشستی اینجا اگر که بودی. من وای میستم. صندلی کوچیک 992. میگن کجا؟ میگن گل قضیه. گل کارو شما میذاشین گل کار. ولی فرهاد این پایین. فرزاد کارونم اینجا. آها من خداشک من سر جمعه. آره دیگه. صوت صده به دور می. بخاطر هفته چطور دروشی؟ هفته هم خوب بوده. این چند روزه که اینجا هم هوا خیلی خوب شده، همین که یه ذره این قانونهای واسه کرونا یه ذره بره سبکتر میشه، شهر باز میشه، کارم خوب پیش میره. من یه ذره خونمون نامرتب. چرا تو توییتر گفته بودی کار خوب نیست که جمع ستارباکس آورده بودن فلان؟ نه اون که همیشگیه. نه اون همیشگیه. نه اون اصلا قانون نظام سرمایه‌داری. ولی که کارم خوب پیش بره؟ نه که کارمند نباید از کار راضی باشه. اوکی. خب ببخش من پریم تو. نه اوکی. بعد چون شب خیلی نوتیس از قبل زیاد نداشتم که در امروزم و یه ذره تغییرات داریم ایجاد میکنم. خونم پر لباسه. حالا یه سری تغییرات اینه که لباسای زمستونی رو باید ببرم خونه مامانم چون که گنجایش نداره هم لباس تابستونی بذارم تو کمدم هم لباس زمستونی. اینقدر دوست داشتم که اینقدر لباس داشته باشم که جا نشه، ولی هیچ وقت اینجوری نشد. واسه همین صبح بلند شدم سریع اتاقم جمع کردم اینجا رو درست کردم. تشکر میکنه. آره واقعا من شورت نوتیس پشت دوربین رو ببینید مثلا تا سقف لباس به کف اتاق تو به ما یه دونه 360 درجه میدی اوتا؟ نه پس هفته خوبی داشتی و مشکلی نداشتی؟ بله هفته خوبی داشتم. شما چقدر فرام؟ شما هفتهتون چطور؟ هفته خوبی بوده، اتفاق خاصی نیفتاد. عشق و حال. بله من رو تو تو اپیزود صحبت کنیم. آره ولی من میخوام یه خاطره از این هفتم بگم. بگو عزیزم. من یک شنبه هفته پیش رفتم اداره پست. اوه فکرم حالا گرفتم ماساژ. رفتم اداره پست یه چیزی رو پست کنم. بعد یک شنبه این یه پستی بود که آدرس خود یارو ازت میپرسید و اسم و اینا رو خودش تایپ میکرد. بعد رسید به بخش اسم ما. آره خب بعد آخر فامیلی من یه نیا داره دیگه، ما هم که همیشه باید فامیلیا رو اسپل کنیم چون امکان نداره خارجی‌ها بدونن. یه پسر سفید پوستی بود، من گفتم شما بزن NIA، ایشون تایپ کردن NIGA. بعد سریع اینو پاک گفتم NIA
اینو سری پاک کرد و هیچ وقت هم ما راجع به موضوعی که با هم صحبت نکردیم. هر کی راه خودش رفت بعد. ولی ناخودآگاه مثلا من گفتم نهایی ناخودآگاه اون بود. همون ناخود سری نوشت نهایی جی ای. این تهدیدش کن. یه ذره کانتکست بدیم، این لغتیه که نباید به کار بره دیگه. N-word. آره. معنی بدی بود. مال زمان برده داری. در این مورد بگم. بله. خیلی دیدم که حالا کسایی که توی ایران هستن اینو خیلی لایتلی استفاده میکنن بدون اینکه اصلا بدونن یه چیزی بده گفتنش. یعنی مثلا تو پستای اینستاگرام طرف مینویسه، حالا میتونه یه قسمتی از یه آهنگ باشه، حتی آهنگ ما نمیتونیم، حتی اونم مثلا ماها نباید بگیم درستش و فرهنگیش اینه که نباید. من میتونم بگم نه چون من به رنگ پوستم میخوره. من به اون نیسته، منم نصف فرحال سیاه پوستم. نه ولی حالا اینا همش چیز ذهنیه دیگه. ما اینجا مثلا میبینیم فکر ما خیلی بده، خب تو توی محیط نبوده باشی آشنایی نداری بابا. آره قاعدتا همینه، ولی میگم مثلا وقتی که میاریش توی جای اینترنشنال، مثلا میاریش توی اینستاگرام که ملیت های دیگه هم هستن و ممکنه که مثلا ملیت های دیگه هم این عکس و اینا رو ببینن، یه ذره عجیبه برام که خیلی راحت استفاده میشه. حتی مثلا توی مثلا دیلی کانورسیشن ها این استفاده میشه و فکر میکنن که با حالش. من خودم از ایران اومده بودم، هیچ وقت یادم نمیره، از ایران که اومده بودم یه سری از این آهنگ های رپ و اینا گوش میدادم خیلی. بعد توی این کانورسیشن همیشه یادمه توی اتوبوس بودیم داشتیم مدرسه برمیگشتیم، یه پسر بود اسمش یادم نیست پسره، ولی خیلی چیز بود، خیلی اینجا، یعنی اینجا فکر کنم به دنیا اومده بود، ایرانی بود. ولی خب خیلی اینجا بهشون میگن وایت واشت. آره اونم شاید حرف بدی باشه. ازش تو اتوبوس پرسیدم که آره این کلمه یعنی چی، من چون که آروم آروم مثلا چرا داری اینطوری میگی و فلان اینا، گفتم من نمیدونم یعنی چی. حالا مثلا برام توضیح داد و من اونجا دوزارم افتاد که او در این حالا من که در اینجا خورده میگیرم خودم یه همچین سوتیه دادم. بله جالبه که بقیه هم اینطوری هم. ولی حالا چند وقت پیشونم فوتبال رو اگه دنبال میکنی، فوتبال اروپا توی بازی فکر کنم یکی از تیمای ترکیه بود با یادم نیست تیم کجا، بعد اونا یه داور وقتی میخواسته مربی سیاه پوست یکی از تیم‌ها رو خطاب کنه این لغت رو به کار برده بود، بعد جنگ و دعوا شده بود، اصلا بازی رو قطع کردن اینا. ولی اصلا نکته این بود داوره احتمالاً قصد توهین نداشته، فکر کنم اسپانیالی داشته حرف میزده، تو اسپانیالی اینجوری به کار میبرن این لغت، یعنی سیاه دیگه خیلی از زبون‌ها. اصلا چون هم اصلا شما یه لباسی بخرید ممکنه روش اگه اسپانیایی باشه مثلا اون لغت رو نوشته بخواد اینکه رنگش سیاهه. بعد این داشته صرفا اونو خطاب میگه، کلی آدم اومدن مثلا توی توییتر اینا توضیح دادن که با ما اینجوری مثلا این لفظش اونه تو محاورهشون. آره ولی اعتراض کردن که چرا مثلا با رنگش خطاب کرده، مثلا چرا نگفته مربی فلان تیم. حالا کار درستش اینه که اگر که سیاه پوست نیستید از این کلمه استفاده نکنید مطلقا نباید. آره هیچ جوره، چه تو نوشتار چه در محاوره چه در جاهای من تجربه که داشتم، حالا یه دورانی دوست سیاه‌پوست داشتیم و طولم کشید که با هم صمیم بشیم، اون به ما یه جایی که رسید گفت شما وقتی با من هستید میتونید منو اون کلمه خطاب بکنید، چون مثلا خیلی با هم رفیق بودیم. شما پس گرفتین از ایشون. آره ولی من هیچ وقت امینم که میگن پس داره، امینا تنها سفیده که آره. حالا جالب بود، منم این هفته پشت چراغ قرمز که رسیدم ماشین بغل سفید پوست بودن و داشتن یه رپ انگلیسی که داشت کلمه رو استفاده میکرد بلند گوش میدادن و من از اینطوری بودم میتونی گوش بدی منم گوش میدم. نه آخه بلند هر آهنگ سیاه پوست گوش بدی. آره ولی یه ذره برای من چیز بود گوش دادن دیگه، بیا دیگه دل اجازه بده دیگه آرتیست ها دیگه ساپورت کنم. نه گفتم گوش دادن گفتگو رو آره راه گفتگو بذارید باز باشه، کلش عجیبه دیگه. خودشون مثلا لفظ محترمانه است برای خودشون، بعد بقیه نباید استفاده کنن. امروز صبح من داشتم مناظره رو نگاه می‌کردم و یه جمله آقای رئیسی گفتن خیلی منو هیت کرد، غلط خیلی هیت کرد بالا تحت تاثیر من فهمیدن که من به فضای مجازی واقفم، من 2 میلیون فالوور دارم رو اینستاگرام دارم. دو میلیون فالوور خیلی
واقفاً چون دومن، یعنی من خفه شدم دیگه، من دیگه حرفی نداشتم برای گفتن. ما که داریم 4 سال داریم فعالیت میکنیم، یه بکش بالا نداریم. ایشون 2 میلیون فالوور دارن و 100% بکش بالا رو دارن دیگه. بله مثلا فلاگا رو میذارن دیگه، همه کاری میشه. فرض تو چه تو هفته خوبی بود. یه آنتی بیوتیکی دارم میخورم که کمی کلن سیستم کارمون رو ریخته به هم، ولی خدا شکر داره تموم میشه. اگر تو آدرس من داشته باشه روش، سری داره روش، نه نداره. انشاءالله تموم بشه زودتر، برگردیم به زندگی عادی. بریم سر اپیزودمون. پایه این روژین خانم، شما چیزی نداشتین اضافه بکنید؟ نه نیست خانم دختر، یکی دکمه ما رو بزنه لطفا، یه بار دکمه درست اشتباه. یه لحظه شرک کرد. هر کی میاد یه رقص اینطوری داره. نه صدا که ضبط نمیشه. شنیدی؟ دقیق نکردم. سوال باشه بکشید. سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، ولی مهم نیست. اول بگم روژین با ماست. من اول خودم معرفی نکنم، اول روژین با ماست، مهمون خودکسته، دوباره برگشته بعد از مدت ها. سلام روژین. سلام روژین. نه بذار خودش پس سلام بکنم. سلام. جامپ ده کیو. خیلی خوشحالم که امروز تونستم بیام. من ایمان هستم، یکی از میزبان های این برنامه. در کنار من، این کنار من کارون جریان داره. سلام. فرهاد فرزادم مامان. سلام. سلام. ما یه ذره اول که خب روژین که هست که هیچی، روتیشنمون هم عوض شده جایی که نشستیم. فرزاد به خاطر اینکه نه، کارون یهو تصمیم گرفت که اصلا که اپیزود میرن روی این دوتا صندلی بشینن و ما قبول کردیم. صندلی داغه. آره، رو صندلی داغا نشستیم. فرزاد امروز قراره بعد از سالها فرزاد قراره بعد از سالها استرس دارم اپیزود داره. خیلی استقبال میکنیم، حتی خیلی خوشحال میشیم که فرهاد هم اپیزود داره. خیلی شیطان هستن فرهاد، من دوست داشتم. درسته. چه خبر؟ خوبی رو جین؟ مرسی، ممنون. تو فکرم این به این کانسپتی که دیدی معمولا، ولی توش قرار نگرفتی که ما امروز 4 بار قرار مثلا میپرسیم که روزتون چطور بوده. اذیت میشم مثلا. حالا چه خبر؟ خوبی؟ همه چی آروم؟ بله، هوا خیلی خوب شده. فکر کنم تو ونکوور هم هوا خیلی خوبه. امیدوارم یه چند هفته اینطوری تافت بزنیم بهش، همینطوری بمونه. شما تو تورنتو یه دور رفتید بالای 30 اومدید منفی 2؟ آره آره، برف هم اومد. عجیبی داشته تو همین دو هفته پیش برف اومد. نه با پچه مکسیم نزاشتیم رو ببینیم. خیلی بود تو اینستاگرام، من نذاشتم ولی تو اینستاگرام چطوره. یعنی هیچ کی ما رو آپدیت نمیکنه روی این جور چیزا. از ایست کوست آدم میخواد. من عکس دوست دارم، برام عکس منم بفرستید. آخه منم وقتی عکس میفرستم هیچ کی جواب نمیده. بابا چند روز پیش مگه عکست غروب نفرستاده بودی اینقدر قشنگ ابر و اینا؟ من نگرفتم، رو اینستاگرام بود. تو تلگرام فرستاده بود. آها تو تلگرام. من به همه رفتم نشون دادم حتی عکس تو رو. مرسی. من لذت بردیم، همه لذت بریم. برای الان گرما و شرجیه اونجا. آره، توییت هم کردم چند روز پیش، واقعا رفتم در ایوون رو باز کنم، بعد خیلی شرجیه زیادی خورد دیدم هست. خورد تو ذوقت شرجی بودنش. فراد تو چه خبر؟ ما هم هیچی خبر خاصی نبوده، هفته نرمالی بود و چند روز پیش همو دیدم. آقا من دیسپوینتدم، من خیلی ناراحتم، خیلی اذیتم. از نمیذارم. نه آخه میدونم چیزی برای گفتن نداره. فیلره فرض شما چه خوب. من خیلی عصبی ام. ما چنگال به ما نمیچسبه. او من واقعا یعنی خیلی مستقیم رفتم. نه میگن طول میکشه چقدر اون ماده مگنتیک شروع به کار کنه. آب مقطع بیا تو چاکرات و اینا طول میکشه. من دیشب کلید به خودم چسبوندم. من چاکرام باز آخه.
هر حالا همه خانواده الان تمام شهر الان با من کار دارن. تمام شهر امروز با من کار دارن. روژین واکسن زدی تو؟ بله من واکسن رو دو ماه پیش زدم. دو ماه؟ یعنی الان داری میری برای دوز دو انشالله؟ دوز دو رو توی استان ما اخبارش رو دادن که دارن شروع میکنن به اینکه نوبت بدن، ولی هم که به سن رب داره هم به وقتی که زدی، خب 100% افراد زیاد بودن که قبل از من زدن، ولی روزی که واکسن اول رو اینجا میزنیم واکسن دوم رو روزش رو بوک کرده بهت میدن. واسه من رو 4 آگست بوک کردن، ولی خب اگه زودتر باز بشه مراکز زودتر میزنن، ولی فعلا برای 4 آگست وقت دارن. بازم به بی‌سی تو برای چی؟ بی‌سی اون وقت نده، دو ماه پیش زده، 4 آگست هم دوم میشه. میدونم ولی حداقل تایم داره، ما که تایم هم نداریم. آره. ما هفته دیگه داریم. گفتم بهتون میگیم. نه دیشب یکی به من یه اپلیکیشن نشون داد، توی اون اپلیکیشن نشون میده تا کی تو دوز دو رو میزنی. آره. اینا رو بابا برام چه نمیفرستی؟ آقا چرا هیچکی با من هیچ چیزی اصلا شیر نمیکنه؟ من اینجا بازنش کنید با من. نه رو روالشه. اتفاق میفته. شما تو جریانش هستین ان شاء الله خدا. دوز دو رو داریم میزنیم ان شاء الله. فرضت تو چه خبر؟ هفته خوبی بود. رفتیم دویدیم. بله بله. با ایمان خیلی خوش گذشت. کجا دویدی؟ من کنار اقیانوس امبلسایت. مثلا ببین. کی دویدی؟ کی یعنی چه روزی؟ سه‌شنبه. سه‌شنبه. آخه من تازه ایمانو توی اپلیکیشن ورزشی اد کردم که ورزش. نه اومد من یه چیزش. چرا اومد؟ واسه همین اینجوری بودم که کدوم بود کدوم من نه نه اپل واچ من نخواستم بگیرم که تبلیغ نشه توی اپلیکیشن اکتیویتی چیزی که اصلا من شروع کردم دوباره به واسطه کادوی تولدی که از خواهرم گرفتم شروع کردم ورزش کردن و اینا. بعد این مربی که الان حالا دارم باش کار میکنم برزیلیان، یه مرد مثلا شاید 40 ساله برزیلیه، تو المپیک بوده قبلا، دو میدانی شرکت میکرد و اینا. بعد مثلا یه هیکل عجیب، یه قد خیلی بلند و اینا داره و خیلی متفاوته با روش هایی که من تا به حال دیدم. خیلی منطقی با همه چیز کنار میاد، اصلا از سر تحقیر وارد نمیشه. سر آره سر منطقه مثلا من توضیح میده که آره مثلا این انگل شولدر ترچی که بره جلوتر به کدوم ماسل بیشتر فشار میاد، تو الان میخوای رو این کار بکنی مثلا برای همین بعد مثلا بیا عقب‌تر اینا. خیلی باحاله، یه تجربه خیلی نوعیه. بعد هر روزم که باش کلاس داری فرداش زنگ میزنه میگه چطوری، کجا درد میکنه، مثلا مشکلی نداری. خیلی فالو مربی بدنسازی انشون یا که مربی دو؟ ببین نه مربی الان فیتنسه، ولی خب با تیمای هاکی کار میکنه، با چند تا جوجیتسو پلیر مثلا کار میکنه. آره نمیدونم واقعا مثلا داری یه چیز خاصو. نه من که برای لاغر شدنه. بعد خیلی باحال بود، مثلا روز اولش منو نشون گفتش که هدفت چیه، میخوای به کجا برسی، یعنی تو میخوای بری چه میدونم مسابقات شرکت بکنی، میخوای بری چه میدونم دو میدانی شرکت بکنی، فقط میخوای لاغر خیلی مثلا چیز بشی، میخوای هیکل گولاخ بشی. خب چه جوریه داستانت؟ میگم خیلی جالب بود این روشی که ندیده بودم، نو بوده. آره. چند جلسه رفتی؟ دو جلسه رفتم تا الان. کجا؟ توی سالونه یا بیرونه؟ توی سالونه ولی فقط خودم هم. یک نفره، جیم خودشه. اوکی. آره. چند ساعت؟ 45 دقیقه یا یک ساعت؟ یک ساعت. اوه خیلی های. ما خیلی نه حالا اونطور های اینتنسیتی هم نیست، چون که میگه که من تازه دارم تو رو برمیگردم رو ریتمت، میگه که خیلی عقب بودی از میادین و اینا، برای همین نتیجه. بعد اون جلسه رفتیم و فرداش هم یعنی از جیم اومده بودم، روز قبلش فکر کنم تو من گفته بودی میخوای بری صبحش گفت میخوای بری بودو اینا، بعد بودم که خب آره مثلا ببینم جیمه چه جوریه. بعد قبل از اینکه برم تو هم فکر کنم مسیج زد، من توی بودم که خب من 100% که یعنی میپیچونم، ولی بهش میگم آره، گفتم آره میام و فلان و اینا. و اومدم بیرون دیگه زنگ زدم بهش، گفت چه آره من دارم میام، که خب دیگه من که الان که دیگه نمیتونم بنده خدا رو بپیچونم، یارو لباسش هم پوشیده داره میاد. دیگه رفتیم و دویدیم و ولی خیلی از مثلا
دوران ایدئالم خیلی پایین تر. مثلا مسیری که معمولا 33 4 دقیقه طول می‌کشید 55 دقیقه طول کشید دویدنش. بر نداشت، خیلی عالی بود. آره بعدش هم رفتم واکسن زدم، هم بدن درده بود که اصلا نمیدونم چرا من این کاری کردم، هم مثلا واکسنه بود، نمیدونستم که این مثلا دردی که الان دارم از واکسنه، از بدن درده، از کمبود خوابه، همه اینا با هم دست به دست هم دادن و میهن خیش کردن آباد. ببخشید خیلی حرف زدم. نه بود. میخوای بریم سر اپیزودت ببینیم میخوای در مورد چی صحبت کنی؟ برای بریم. چی وقت روژین گرفتی؟ آره من میخواستم قبلش تشکر بکنم دوباره از روژین، خیلی شورت نوتیس بکنم، دیروز اینا بود، من گفتم که از روژین خواهش کردم که بیاد تو این اپیزود دوره هم باشیم، چون فکر کردم موضوعی که میخوایم مطرح کنیم اینا بد نیست که دیدگاه با دیدگاه خانم آره در صورت که خیلی سیبیل ریلیتده. مرسی 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 الهای سمریزی ها شروع شد. آباشی تور میخوام بگم که یه اتفاقی که حالا اخیراً افتاده، نمیدونم حالا به واسطه خودکست بوده به هر حال، این همه تاپیکی که ما در موردش صحبت میکنیم، یا به واسطه اینه که حالا سنم داره میره بالاتر، کمی بزرگتر میشم، اینا علاقه من شدم به این که رفتارهای مثلا رفتارها و باورهای سمیه که خودم دارم و سمی و در واقع مضر رو شناسایی کنم و بهشون فکر کنم، حالا هم خودم هم اطرافیان هم کسایی که باشون در ارتباطم، و چیز جالبی هم بوده دیگه، باعث میشه که مثلا اگه حتی کاری هم نکنم در موردشون دراز مدت روشون فکر کنم، مثلا چند ماه. و آره حالا تو این دو هفته پیش بود که خواهرم یه دونه لینک تد تاک برای من فرستاد، هم برای من هم برای فرهاد البته فرستاد، گوش ندیدم چرا، و حالا من گفتم که کردیتشو بهش بدم و برای من خیلی جالب بود. این تد تاک مال سال 2017، عنوانش هست Why I'm Done Trying to Be Man Enough، و این تد تاک آقای جاستن بالدونی، درست بگم فامیلشونو، در واقع اجرا کردن و کاور کردن. ایشون یک بازیگر هالیووده آقای جاستن، من خودم شخصا کاراشو ندیده بودم، الانم ندیدم هنوز، ولی اینطوری که متوجه شدم برای بازی نقش رافائل در سریال جین د ورژن ایشون معروفه. شما دیدید؟ بله روژین دید. من دیدم، خیلی هم بازیگر معروفیه، یعنی توی کارهای اجتماعی خیلی معروفه. آره اسم طرف یه بار دیگه میگی؟ جاستن بالدونی. آها اوکی خب آره تو میگم توی فیلم های زیادی هم بازی کرده و اینا، ولی باز من فیلم ها رو حالا یاد شاید هم دیدم قبلا ولی یادم نبود. خلاص تو شروع ایشون صحبت میکنه که خب آره خوشتیپ، آره خیلی هم خوشتیپ هستن، خیلی مدل هم بودن مثل این که آره کاش من موام شبیهشون میشه. خب حالا عکسشون رو میتونی بذاری، همه دنیا ها رو با هم یک چهار. آره این تو شروع صحبت ها میگه که از کارش صحبت میکنه، میگه من کار تخصصی و حرفه این بازیگریه، یعنی به من یک فیلم نامه یه سکریپت میدن، یعنی که آقا این نقش رو شما باید بازی کنی مثل همه بازیگرها، و اون نقش هم که بازی میکنه با طبیعتا با زندگی واقعیش فرق داره، با شخصی که داره، و میگه که جالبیش نکته جالبی که هالیوود داره و نگاهی که هالیوود به این کاراکتر خود این آقای جاستن داره اینه که نقشایی رو بهش بدن که کاریزما دارن، کاریزماتیکن و قدرتمندن، پاورفولن، و اینطوری که خودش گفت و حالا عکسایی هم که نشون داد تو همه نقشایی که بازی کردم اینطوریه، مثلا یه مرد هیکلی
خیلی عکس صحنه ها مثلا تیشرت و اینام نداره. ایوه خسنه رو فرینه واه واه عزیزم. ولی میگه که من تو مرور زمان متوجه شدم علاوه بر حالا این نقشایی که دارم بازی میکنم برای هالیوود و اینها تو فیلم ها و سریال ها، متوجه شدم دارم تو زندگی واقعی خودم هم نقش بازی میکنم و توی سری مسائل دارم وانمود میکنم، یه جوری وانمود میکنم که واقعیت نداره. یه صدایی داره میاد. آره این دوباره صدا شروع شد. گوشی نیست اون دور بره؟ گوشیاتون رو همه بذارید رو حالت هواپیما. من چی منم از اون از هاب و اینا نمیاد خود بی اما از میکروفون منه؟ نه نمیدونیم. خب شروع کن. یه ذره لطفا میوت کن میکروفون تو ببینیم از اگه صدا میره یا نه. تو صحبت کن فرض. آره حالا هر وقت خواستی صحبت کنی آن میوت کنه، ولی بذار تست کنیم ببینیم صدای اونو یا نه. چند سالش این آقا؟ میوتی یا پروژی میخواین این قسمت رو ادیت کنیم؟ نه 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 ما ادیت نمی کنیم. سی و خورده ای سالش فرهاد اگه میشه چک کن من. آره کاش اون لپتاپی که آوردی استفاده کنی. میخوام لپتاپ رو پام نباشه دیگه. حالا با گوشی هم میشه. تصدیم رو بدن. یه کار. نه رو بدن نه. ولی حالا عربود که چیز نگیریم دستمون در حین زفت. 37 سالشون. آره. 1386. جانویه. کارون خوشش. 1.88 هم قدشون. بسیار زیبا هستن. بله. بسیار زیبا. 1.88. از سال 2013 هم ازدواج کردم. منم بودم میرفتم اون تتاکو میدادم. آره. بعد حالا مثالایی که میزنه به اون در واقع نقشایی که تو واقعیت بازی میکنه اینه که میگه که من وانمود میکنم یا نقش بازی میکنم تو واقعیت که آدم قوی و سرسختی هستم تو شرایط و دورانی که واقعا ضعیفم یا صدمه پذیرم، یا مثلا وانمود میکنم که اعتماد به نفس دارم در صورتی که واقعا یه حس ناامنی یا آنسکیوریتی دارم. این مثالایی که میزنه و میگه به یه جایی رسیده که برام سخت شده هم سر کار هم دیگه تو خونه همیشه و برای همه یک رول مرد رو بازی کنم، یه رول مرد و مرد بودن و مردونگی رو بازی کنم. بعد یه کمی از دوران بچگیش حرف میزنه، میگه که وقتی پسر بچه بودم مهمترین چیزی که تو ذهنم بود یا چیزی خیلی دوست داشتم این بود که توسط بقیه دوستان بقیه پسر بچه ها قبول بشم، توسط بقیه پسر بچه ها اونا منو دوست داشته باشن، با من دوست بشن و من پذیرفته بشم از سمت اونا، و این چیزی بوده که تو ذهنش بوده. بعد میگه خیلی سریع فهمیدم که همون بچگی یکی از راههایی که میتونم اون محبوبیت رو توی اون گروه دوستیم یعنی به دست بیارم اینه که باید وانمود کنم که جنس مخالف دخترها ضعیف‌تر هستن، یا یه سری رفتارها و باورهای منفی و در مورد جنس مخالف تو همون بچگی درست کنم و رو اونا در واقع دوباره رول بازی کنم برای کسب اون محبوبیت. و حالا اینجا میگه این اون همون جمله‌ای که میگن پسرها قوی‌ترن دخترها ضعیف‌ترن، توی حالا ما خودمون هم یه سری چیز داشتیم مثل خیر. آره همین چیزا. بعد میگه آقا گذشت و بعد مثلا دوربر 30 سالگی ایشون یه روز یه به خودش میاد میبینه که حالا اصطلاح هم میگه یه روز که تو آینه خودم رو دیدم، میگه من متوجه شدم که اون میگه من متوجه تضاد شدم در اون مردی که واقعا تو درون من هست، اون مردی که من حس میکنم هستم، و اون مردی که جامعه از من انتظار داره باشم، یا حالا جامعه کاریش یا کلن جامعه. و از بعد از اون تصمیم گرفت که این داستان رو تغییر بده، بره به سمت اون حس و اون مردونگی که خودش باور داره درونش هست. میگه
اولی مرحله ای که اولین گامی که برداشته این بوده که دیگه دوست نداشته مرد خوبی باشه، دوست داشته اینو تغییر داده و دوست داشته که انسان خوبی باشه در درجه اول. مرد خوبی فکر کنم البته با اون تعریفی که جامعه ازش میخواسته، آره مثلا یه مرد دیگه قویه آفرین. باید هر موقع میخواهید صحبت کنید صحبت کنم. آره ببخشید منم نگاه نمی کنم یکمی این ولی چیزه. اوکی نه گوش دارم میدم. و گفته که عقیدش اینه که برای اینکه ما مردها برای اینکه بخوایم از اون ایده‌ای که جامعه داره که ما قویم و فلان و اینا دور بشیم و نزدیکتر بشیم به اون واقعیت خودمون، باید بپذیریم اون احساسات اون رفتارهایی که درون ما هست ولی به ما گفته شده که اینا مخصوص زناست. آره که سرکوبش کرد این احساسات داشتن یه چیز زنونه است که مثلا حالا شما گریه کنید. این گفته نکته مهمیه و سافت. بعد اون احترام بذاریم به همه خانومایی که این رفتارها رو اون رفتارهای که نرماله اینا خیلی وقت پذیرفتن جمعیت خانوم ها و برای شما که و احترام بذاریم و از خود خانوم ها کمک بخوایم که ما رو بتونن برسونن به اون خود درونم. من یه چیز اینجا بگم بفهم. من این حالا با فرزادم زیاد صحبتش کردیم راجع به پادکست اوباما و بروس. آخ بعد اینا یه سری یکیشون رو به اسم صدا میکنیم که به فامی باراک اصلا بروس من فامیش نمیدونم. اسپرینگ اوباما به اوباما معروف آره با باراک آره. بعد اینا حالا توی پادکستشون راجع به چیزای مختلفی صحبت میکنن، یه سری جاهایش که خیلی مطلوب منه و خیلی در واقع حرفایی که میزنن نوع نگاهی که دارن منو تحت تاثیر قرار میده، وقتایی که اینا از خانوم هاشون صحبت میکنن. حالا مثلا در رابطه با اوباما، ما همون موقع هم که این برای ریاست جمهوری داشت چیز میکرد تلاش میکرد و اینا، قبلش شنیده بودیم که مثلا میشل اوباما خیلی آدم تاثیرگذاری بوده تو زندگیش و خیلی کمک کرده به رسیدن به باراک به اینجایی که هست، ولی الان که از زبون خودش میشنویم اون موقع واقعا متوجه میشیم که میشل اوباما چه تأثیر عجیب غریبی داشته توی حالا این برداشت منه، توی تبدیل یه آدم خیلی خوب و بزرگ به یه آدم بی‌نظیر. حالا من بایستم چون از اون آدم خوشم میاد بله. هرچی، ولی خب نظر منه، یعنی اوباما حالا به خودی خود خیلی آدم برجسته و لایقی بوده، ولی میشل اوباما میشه خیلی تأثیر شگفت انگیز و شگرفی داشته در واقع توی تبدیل کردن این آدم به آدم بی نظیر. مثال یه قسمت بود اینا راجع به پدر شدن و اینا داشتن صحبت میکردن، بعد این اوباما تعریف میکرد که میگفت من آماده این قضیه نبودم، ولی میشل همیشه انگار مثلا از اول مادر بود و میدونست که باید چطوری این کارو انجام بده. بعد میشل باراک توضیح داده که بچه ها مثل گیاه هن. خب این گیاه ها حالا نیاز به نور دارن، نیاز به آب دارن و حالا نیاز به غذا دارن، اینا رو شما براشون فراهم میکنی، ولی اینا هر کدومشون به شکل منحصر به فرد خودشون رشد میکنن و موجودات منحصر به فردی میشن. این خب این حرف رو هر آدمی نمیتونه بزنه دیگه. این یه دیده به نظر من خیلی کامل و دیده از پختگی میاد. حالا علاوه بر پختگی اصلا یه دیده به نظر من سطح بالاییه که قضیه رو به این شکل داره میبینه که حالا مثلا تو به عنوان پدر و مادر اصلا وظیفت این نیستش که حالا به اون بچه جهت بدی، تنها وظیفت اینه که مهمترینش حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی اخیر اینه که عشق بی قید و شرط به بچه ها برسونی، unconditional love داشته باشن بچه ها، که این عشق و علاقهی که بهشون میرسه هیچ رابطهی با میزان موفقیت بچه نداره، چقدر بچه مؤدبه نداره، چقدر توی مدرسهش موفقه، اینا هیچ رابطهی با اون عشق نداره. ادب باید داشته باشه دیگه. ببین اینجوری که اگه اون عشق باشه اونا خودش جاری میشه، ولی حالا چه بیاد برای چاقو بکشه
کسی تو که... اردو. آره کسی که توی اون محیط بزرگ میشه هیچ وقت مثلا احتمالاً به اون سمت ها کشیده نمیشه. خب مادر من. خب آره یکیش اینه، دومیش حالا همینجوری که میشلم به بارا گفتم هم که به اسم کوچیک. آره اصلا همش میشه دو. آره علاوه بر اون تو نیازهای فیزیولوژیکی رو برآورده میکنی، اونا خودشون به شکل منحصر به فرد خودشون رشد میکنن. این یه دیالوگ خیلی جالبی بود که من از اونجا یادمه. یه دونه دیگرش هم این بودش که داشتش که اون بروس داشت تعریف میکرد، میگفت خب این هنرمند بوده و راکستار بوده و این همه هی کنسرت این ور اون ور و اینا، خیلی زندگی منطبق با شرایط یه زندگی مثلا کسی که چی میگن جا افتاد و یک جا نشین شده نداشته، ولی میگه من مثلا با همسرش که آشنا شده ازدواج کرده، میگه من اون موقع دیگه میخواستم ستل کنم، اون موقع فهمید یه همچین آدمی که حالا اونقدر تو اوج محبوبیت و مشهوریت بوده هرچی که میخواسته داشته، مثلا اون آدم ها که دیده اونجوری روش تأثیر گذاشته و این باعث شده که بخواد مثلا ستل کنه و اونجا بمونه و حالا زندگیشو به اون شکل بسازه. چرا به اینجا رسیدیم؟ آها اونجایی که تو گفتی که از خانم‌ها کمک بخوام. آره بعد مثلا اوباما یه جایش اشاره میکرد که این مثلا دنبال همسری نبوده که فقط تاییدش کنه، گفت که اگه اینو میخواستم مادر بزرگم مثلا مادرم بوده، این یکی رو میخواستی که اون رو به چالش بکشه. و حالا کلا یه مقدار مرتبط به حرفایی که فرزاد میزد که حالا به خاطر همون دیدی که جامعه داده به این مردها، اینا توی یه قسمتشون راجع به پدراشون صحبت میکنن که مثلا پدرها نمیخواستی که بگی اینو نه نه. که این پدراشون مثلا چقدر دقیقا همون پدرای تیپیکال، مخصوصا پدر بروس، تیپیکال جامعه حالا مرد سالار که نباید با همسرش صحبت کنه، هیچ چیزی رو به اشتراک بذاره، باید یه آدم قوی باشه که هیچکس خبر نداره از کاری که داره انجام میده و اینا. میگم مثلا یه وقتی ازم میرم غیب میشد، ما خبر نداشتیم این کجا رفته اینجوری. ولی اینا مثلا چقدر خواستن که اونطوری نباشن و چقدر همسرای اینا نقش پررنگی داشتن توی تبدیل شدن حالا این دو نفر به عنوان دو انسان خیلی شاخص و مطرح. آره و اونا نقش موثری داشتن همسراشون توی اینکه به اینها حالا احساس داشتن، اینکه چجوری مثلا احساسشون رو با بقیه در ارتباط بذارن. مثلا یه جا فکر کنم همسر بروس داره بهش میگه که بچه‌ها که تازه به دنیا اومده بودن، میگه خب سخته دیگه، مثلا توی یه تایمی مادر مراقبت میکنه، توی یه تایمی پدر، بعد این به اون گفته که تو میتونی خونه نباشی، خب میتونی، من همه کارا رو میتونم انجام بدم، تو اصلا بری کنسرت و فلان و اینا، ولی اون مثلا تایم صبح بچه‌ها که تازه از خواب بیدار شدن و اینا، تو براشون صبحانه آماده میکنی، میگفت این بهترین تایم اون بچه هاست، تو اگه نباشی اون موقع این کار رو نکنی تو اون رو از دست میدی. از دست. خب این میدونی مثلا اون مردایی که توی جامعه مرد سالار مثلا بدون احساس بزرگ شدن رو داره وصل میکنه به یه منبعی از احساس که احتمالا اون مرده بهش دسترسی نداشته، ولی اون همسره خیلی نقش پررنگی داشته به شناسوندن این داستان به اون آدم. ببخشید من خیلی صحبت نه نه خیلی واقعا پادکست خیلی خوبیه، 10 قسمته و خیلی خوبه. از هر شخصی حالا جالبه تو قسمت بعد حرفاش که گفت که آره ما بپذیریم این داستان و اینا، گفت بشینیم صادقانه خودمون ببینیم که، حالا چون ایشون بازیگره لفظ فیلم نامه رو استفاده کرد، ببینیم که اون فیلم نامه یا حالا من بهش میگم سرمشقی که از نسلای قبل از پدر بزرگ اون پدرمون به ما رسیده چی بوده، به ما گفتن که این مرد بودن، این مردونگی رو برای ما چجوری تعریف کردن. حالا یه مثال شخصی بزنم، شما هم اگر دوست داشتید اون چیزی به ذهنتون رسید بگید. من خودم یادمه که کوچیک بودم، حالا داستان نمیدونم چی بود، ولی گریه کرده بودم و به من گفتن که مثلا گریه نکن، مرد که گریه نمیکنه. خیلی گفته میشه و مطمئنم خود من، چون مثلا من پسرخاله های کوچیک دارم، خود من همینو گفتم سالهای قبل به اینا که میخواستم مثلا آرومش میکنم، یا مرکی گریه نمیکنه، پاشو برو پاشو جمعش. و خب این یه چیز سمیه که من حالا تا همین امروزم با کانسپت گریه کردن مشکل دارم. یعنی شاید یادم نیاد که آخرین باری که
چرا یادم میاد مثلا یه عزیزی که فوت کرده اون موقع بوده و مطمئنم که این یه چیز سالمی نیست. آره، حالا جالبش اینه که از اون سمت حالا اگه بخوام اون سرمشق رو چیز کنم، هیچ موقع حالا پدر من نگفتن که مثلا گریه نکن و اینها. چرا این صحبت ها بود و هیچ موقع نگفتن که آقا باید آدم سرسختی باشی و در واقع احساسات تو بروز ندی و اینا، ولی به نظرم همین نگفتن هم منفیه. یعنی باید اتفاقا گفته بشه که آقا نرماله که گریه کنی، مثلا نرماله که احساسات داشته باشی اینا. و خب این یه چیزی بود که من حالا مثال شخصی بود. اینو احسان خواجه امیری هم گفته دیگه، مرد برای رفع دلتنگیاش گریه نمیکنه، قدم میزنه. آره، بعد مثلا خیلی چیزایی هست سیاوش قمشی گفته کن گریه کن گریه قشنگ. اون مرد زن نگفته دیگه، دیگه اون آخه آدم سکسیستی نبوده دیگه. بگو یه چیز میخواست بگی. نه آره، مثلا خیلی متنایی هم حالا شنیدی اینو در مثلا در مورد مردا میگن که اگر دیدی که یه مردی یه بار گریه کرده بدون دیگه خیلی داست. درسته تا حدودی، ولی خب نه دیگه، نباید انقدر. ببین درستیش آخه با فرهنگی که برای ما ساختن درست به نظر میاد، ولی درست و غلطی وجود نداره. احساسی که حالا طبیعت توی ما قرار داده چرا که نه. من میخوام احساس میکنم روژه هر این تو ذهنش میگه اسکولا رو ببین چه تا خرد دیگر. من میخوام به روژی بگم حالا هرچی که دوستاش بگه، ولی یه داستانی راجب اون مدیرت که خودش گریه کرده و اینا، اون به نظر من خیلی جالبه اگه بخوای الان تعریف کنی. حتما. آره، من خیلی دوست داشتم، اصلا تو ذهنم هم بود که حتما اینو بگم. صدای من خوب میاد؟ بله. اوکی. من کلن همیشه از بچگی خیلی با بروز دادن من چی؟ your mid sentence همم خیلی زیاد بود، ببخشید. من کلا از بچگی خیلی با احساساتم بروز میدادم و خیلی هم شده بود که مثلا مامانم میگفت که تو مثلا اینقدرم لوس بازی در نیار. حالا این جمله رو خیلی شنیدم، ولی معمولا هیچ اینجوری نبود که بگم که اوکی حالا مثلا درستش میکنم. هیچ وقت چیزی نبود که بخوام سرکوبش کنم. حدودا 2-3 ماه پیش من تازه چون شغلم عوض کرده بودم، خیلی شرایط استرس پر استرسی داشتم سر کار و اونقدرم فن بیان رو هنوز با رئیسم نتونسته بودم کانکت باشم که به هر حال مدل کامیونیت کردن همدیگه دستمون بیاد و خیلی تنش بود بینمون و رئیسم هم خب متوجه شده بود و گفتش که بیا یه روز راجبش حرف بزنیم که کلن شرایط کارت چطوره. و حالا من خیلی خلاصه دارم میگم، ولی ما خب از خونه کار میکنیم و وقتی که رئیسم ویدیو کار کرد با من، همین که گفت سلام چطوری، من شروع کردم به گریه کردم توی ویدیو کال با رئیسم و واسه خودم هم خیلی حس بدی بود. یک این که من یه آدم 20 ساله دارم سر کار روی ویدیو کال گریه میکنم، و اینکه اون آدم چه حسی داره که داره از من میپرسه سلام چطوری، من شروع میکنم به گریه کردن و 100% واسه اونم خیلی شوک بزرگیه. واسه هممون ناراحت کننده است که ببینیم یکی داره جلوم گریه میکنه، ولی خب اصلا دست خودم نبود. و تنها چیزی که رئیسم تو اون لحظه به من گفتش که ببین خیلی نرماله که آدم سر کارم گریه بکنه، یعنی دقیقا این جمله رو گفت سر کار گریه کردن خیلی نرماله. و من صبر میکنم هر چقدر دوست داشتی گریه بکن و بعدش صحبت میکنی، یعنی نه که قطع کنه ویدیو کالا، همونجا بود. بعد راستش اینو که گفت اصلا خیلی همون لحظه حالم خیلی بهتر شد، به خاطر اینکه اون
حس خجالت از بین رفت و خب وقتی همدردی کرد با من خیلی بهتر شد اصلا مودم. بعد از اینکه من گریه هم تموم شد گفتش که ببین من بارها شده با رئیسم گریه بکنم توی دنیای واقعی، تو خونم، تو ویدیو کالم، نه وقتی که باهاش بودم تو جلسه، خیلی وقتا شده که من باهاش گریه کنم و این کار کاملا نرماله. آدم مخصوصا وقتی که استرس بهش زیاد روش باشه ممکنه تحت یه شرایط گریه بکنه. و خب میتونین بعدها هم باز یه ذره اون خجالت تو من بود که من همش مثلا دیدی یه لحظه هایی که آدم خجالت کشیده مثلا داری قضا میکنی یه لحظه یادت میافته چه کاری بود که من اون روز کردم. و خیلی شده بود که مثلا بعد از اون ماجرا یهو بیاد به ذهنم که وای مثلا چرا من این کار کردم. ولی خب وقتی که میبینم واقعا برخوردی که با این موضوع شد و اینکه خب اون آدم هم متوجه شد که من اون آدم به من داشت میگفت که این کار نرماله ولی خودم داشتم حس میکردم که این نرمال نیست. و خب این بود که خیلی جالبه، خیلی برخورد رئیس عالی بوده، از این بهتر نمیشد واقعا. یه سوال میخوام بپرسم، شاید زیاد درست نباشه ولی چون بحث تاکسیک ماسکولینیتی میپرسم، میخوام بدونم آیا رئیست آقا بود یا خانوم؟ آقا رئیسم. آقا. پس یعنی ایشون اون آموزشی که دیده و اون تجربه‌ای که داشته باعث شده که همچین منبع ساپورتی باشه واسه تو؟ بله. حالا داشته باشه. نمی‌دونم درست این حرفو بزنم یا نه، ولی خیلی آدم شفافیه راجب خودش. و بار چون ما من و رئیسم با هم یه دونه گروه کتابخوانی داریم سر کار که هر جمعه با هم توی گروه کتابخوانی داریم و بارها شده بگه که من از یه خانواده کاملا نجات پرست میام و خیلی مثلا خودم با مثلا چون بعضی کتابای اجتماعی میاد میگه که من مثلا این حرفی که این آدم چون کتاب میزنه خانواده من این کارو میکرده، ولی خب خیلی مثلا متاسفه و همیشه هم دانش و اینکه آدم بیشتر مطالعه بکنه و یاد بگیره رو تشویق میکنه. ولی خب این شفاف بودنش خب حس اعتماد خیلی بالایی ایجاد میکنه. خیلی خوب شد که فرهاد پرسید، چون من اونجایی که گفتی خود رئیسم به تو گفته تا حالا گریه کرده، میگم باز ذهنم اینطوری شد که خب رئیس روژین خانومه، میدونی چی میگم؟ نه بعد... من مرد تصور کردم. جدی؟ آره من حالا میگم... دو سیبیل تصور کردم جلو نشستن دارن گریه میکنم، جالب دارم. و خب آره دیگه، پس من نشسته رئیس این آقای خانوم بوده. نه گفتم من دوتا مرد تصور کردم. حالا منم اینو بگم، منم هفته پیش اصلا در موردش صحبت کردم دیگه، گفتم سر سریال فرندز خیلی خوشحال شدم که بهت زنگ زدم، بهم زنگ زدم و گریه نکردم چون خیلی زایه میشه اگه این کارو میکردم. آره منم خودم شده اونجا محیطی که تو باید گریه کنی. حالا میگم، حالا اون تو ذهن خودم بود دیگه، احساس کردم که اون موقع جاش نبود که بخوای وان رو باشه. یکی حرف خیلی جالبی زد، میگفتش که دقیقا فرق صمیمیت و رابطه خوب داشتن با مثلا چه میدونم یه مشاور حرفه‌ای داشتن اینه که تو مثلا با اون کسی که تو رابطه حالا پارتنرت هر تایتلی که داره از اون نباید انتظار داشته باشه که اون بهترین مثلا پرابلم سالور باشه، مشکلات تو رو به بهترین شکل حل کنه. تو مشکل حالا اقتصادی داری، تو میتونی بری با یه مشاور اقتصادی صحبت کنی، قطعا اون بهترین کار رو انجام میده. مشکل حالا هر مشکل دیگه ای که داشته باشی میتونی بری با مشاور مخصوص اون صحبت کنی، نظرات اون قاعدتا پخته تره. میگفت فرق رابطه تو با پارتنر با یه آدم حرفه ای اون کار اینی که تو با پارتنرت نزدیکی احساسی داری، راحتی باهاش داری، با اون میتونی احساسات تو کامل شیر کنی، خود واقعیت باشی، میتونی جلوش شکننده و آسیب پذیر باشی، والنربل باشی. این مهمترین فرقش با یه آدم با یه آدم حرفه‌ایه. به این حساب تو اگه سر کارت مشکل داشته باشی
میتونی بری مشکل رو با آدم حرفه‌ای مطرح کنی، اون به تو در واقع کمک حرفه‌ای بکنه که چطور مشکلات کار زندگیت رو برطرف کنی. ولی اون احساسی که تو سر کار داری قاعدتا اون احساس رو فقط میتونی با پارتنرت اگه رابطه سالم باش، حالا سالم با تعریف جدید سالمی داشته باشی، اون احساس رو تو باید بتونی توی خونه حالا با پارتنرت مطرح کنی. دقیقا این برخلاف چیزی که حالا مثلا پدر بروس انجام میداده، هیچ اطلاعی ازش نداشت. یا حالا تو شرایط ایمان شما اونجا باید کامل خودت. نه آخه اینم اگر که واقعا رابطه سالم باشه تو میتونی انتخاب کنی که کی وانربل باشی دیگه. اینم هست. حالا من مثال ایمان زدم. نه ولی کلا میگم که نه منظورم اینه که اون حق انتخاب رو باید داشته باشی. یعنی اینطوری نیست که چون رابطه خیلی خوبی دارین هر موقع مثلا خواستی بخوای وانربل باشی. یعنی تو میتونی انتخاب بکنی که من الان نیاز دارم به قول احسان خواجه امیری برم قدم بزنم، یا الان نیاز دارم که مثلا گریه بکنم. یعنی اینم باید در نظر بگیری. اسم آقای خواجه امیری اومد خوبه دعوتشون. آره اگر که اسمشون اومده ایشون اگر که بخوان میتونن تشویقم مهمونه ها باشن و خودشون دفاع بکنم دیدین برنامه رو سرکی که میاد. برای چیزی تو نداری؟ من در ادامه گریه، این بحث این گریه حالا در مبحث فیلم و اینا واسه منم خب خیلی پیش اومده. حالا مثلا کنار همسر نشستی داری فیلم میبینی اینا، من یه مدت زیادی خیلی خودم میگرفتم. آقا اصلا زشته دیگه، چرا من باید گریه کنم؟ ولی مثلا اینطوری که فرنوش خب خیلی راحت گریه میکنه، احساساتش بروز میده، برای منم خیلی جا افتاده است. مثلا من حتی تحسین میکنم که چه روح لطیفی و اینا. همین دقیقا همین تاکسیک ماسکولینیتی دیگه صحبت میکنه. ولی فکر کنم که حالا چند اپیزود پیشم راجعش صحبت کردم، آخرین بار یه صحنه داشتم از یعنی یه پشت صحنه داشتم از سریال سوپرانوز میدیدم، متوجه شدم که حالا اسپویلر نیست البته دیگه، واقعیت شخصیت تونی سوپرانو جیم گندولفینی ایشون فوت شده 2013 و وقتی که من فهمیدم حالا نسبت به اون تعلق نسبت به اون تعلق خاطری که به این کاراکتر داشتم توی سریال اینا، انقدر ناراحت شدم که گریم گرفت و برای اولین بار اصلا بی محابا میگه اصلا بدون هیچ چیزی کنترل، آره بدون هیچ کنترلی شروع کم گریه کردم و خب مثلا داشتم میدم که همون لحظه فرجان خیلی ریاکشنش باحال بود که مثلا ببین این اوپن اپ کرد. آره دارین خیلی باید تمرین میخواد دیگه. یعنی تو من شخصا تو گوشت و پوست و سخونم رفته که نه آقا گریه نکن، داستان چیه. دقیقاً. حالا این داستان کلن چیز دیگه تو اکثر جاهای دنیا دیده میشه، یعنی چیزی نیست که به دوباره بگیم ما ایرانی ها اینطوری هستیم یا فلان جایی ها اینطوری نیستن. مثلا دوباره یه مثال دیگه بزنم، خب من و فرهاد زیاد گفتیم رو خودکست که ما سوارکاری میکردیم و اگه بخوایم به ورزش مورد علاقمونو بگیم، هم میدونم من هم فرهاد اولین شاید این باشه. و حالا جوی که تو کانادا هست اینها همه خانوم ها میرن سوارکاری، یعنی مثلا ما که میریم اینجا استابل سوار بشیم کلاس بگیریم تمام دخترن و مثلا خیلی عجیبه وقتی هم که ما میریم اونجا انگار ما زامبی دیدن نگاه اینطوری میکنن و اینا. و من دقیقا یادم دانشگاه اینجا که میرفتم حالا با دوستایی که سفیدپوست بودن سیاه بودن اصلا فرقی نداشت، وقتی که اینو مطرح میکردم یه مسخره رسمی میشدم که آقا مثلا سوارکاری چیه، تو باید بری هاکی، باید بری نمیدونم ورزش‌های فوتبال آمریکایی، تازه فوتبال اروپایی هم اینجا مسخره میکنم اون رو نه آره اونو بذار بعد. آره میگم یعنی این هست. و آره حالا یه چیز دیگه دوباره من تو میگم چون وقت داشتم خودم رو فکر کنم، مثلا من یه چیز مسخره‌ای که قضاوت میکنم اگه یه آقایی رو ببینم که هیکلی و اینا درشته و مثلا مرده، به اشتباه اگه یه سگ کوچیک داشته باشه سریعا قضاوتش میکنم، یا بابا برو یه سگ گنده بگیر، این سگ چیه؟ خب این غلطه، اینجوری نباشید. روژین تو دیگه what the fuck is he talking about؟ روژین داریم اوپن اپ میکنی. نه روژین یا خوش افتادم تو بود که نه خب آره. یا مثلا کاری که فرزاد میکنه خیلی بالا، ما وقت نکردیم تقدیر کنیم ازش که میشینه به خودش فکر میکنه
آخر اپیزود ازش تقدیر میکنیم. یه لو براتون در نظر گرفتیم، واقعا 20 امتیاز بشه، یه لو اون کنار هست، یه ونیکاده که براتون در نظر گرفتیم که به رسم یادبود از برنامه خودکست رو بکنه. خیلی داره جالبیه، من بیلو یه دونه لو داره. دوباره یه مثال یه در مورد این فیلمنامه یا اون سرمشقی که به ما داده میشه. یکی از دوستان من چند وقت پیش یهو به من گفت که به داستان تعریف کردم، میگفت من سر هیچی رفتم رو نرو دوست دخترم و اعصابشو خورد کردم و گریهش انداختم و اینا. بعد من بهش گفتم خب چی بود قضیه، چی بود که تو؟ گفت نه چیز خاصی نبود، ولی من میخواستم این کارو بکنم، میخواستم گریه اینو در بیارم و من گنده ام و من مردم و اینا. و خب میبینیم که اینم هست، این نگاه حالا برتری مریضه، این بده، این خیلی بده، این بده دیگه. نه ولی خب میتونه یه ماسکولینیتی نیست، این یه چیزی باشه که میگم از نسل قبل شاید، شاید نه احتمال زیاد ایشون دیده از نسل قبلش، اونم اونم بده. ولی حالا جاستن حالا جاستن آقای جاستن میگه که برخلاف حالا این خیلی از پدرها که پسرشون میگن باید ورزش بری، سرسخت باشی، نمیدونم احساساتتو بروز ندی، اینا کاملا برعکس پدرشون، ایشون هم تشویق میکرد آدم مهربونی باشه، احساسات داشته باشه و محبت کنه به همه و مردونگی رو تو این معنا کرده براش که آدم فداکاری باشه و از خانوادهش مراقبت کنه تا اونجایی که میتونه. ولی جالبه میگه که من بچه که بودم دوست نداشتم که پدرم داره ما رو اینطوری تربیت میکنه، منو خودشو، به خاطر اینکه حس میکردم مثلا دارم سوسول میشم و بچه ها توی مدرسه اذیتم میکنن، بولیم میکنن. یه چیزی من میتونم بگم، ما میتونیم خورده بگیریم به خانواده ها که چرا مثلا موقع میگفتن مرد که گریه نمی کنه. من احساس میکنم اون موقع اصلا، یعنی توی حالا اون فرهنگ که بوده شاید واقعا اون سواد اون فهمه وجود نشه و به مراتب حالا ماهایی که خارج از ایرانیم مثلا کیس های مختلف رو دیدیم داریم به این نتیجه میرسیم. یعنی همون طوری که ما میگیم که اگر که اون مثال انورده رو میارم، اگر که طرف تا به حال ندیده نمیدونست و فلان و اینا و تو فرهنگ خودش همیشه بهش گفتن مرد گریه نمی کنه، بند خود دانشش نداشته دیگه، یعنی همیشه همین بوده. نمیشه توجیه چون حالا من فرهنگ خودمون رو فهم میدونم و نمیدونم منفیه دیگه هم بهش به بچه هم میگن. مثلا این آقا آمریکاییه دیگه، لس آنجلس به دنیا اومده، بزرگ شده، تو همه فرهنگا بوده، این از همون جامعه مرد سالاری میاد که نه. ولی خب به نظرم اینی هم که ایمان یه درسته، یعنی اون تو وقتی که میگی میشل اوباما چه دیدگاهی داشته قبل بچه دار شدن اینا، خب میبینی این شخص خیلی با علم و با دانش اومده اصلا زندگیشو درست کرده بچه دار شده اینا، و اینو میشه گفت که آقا مثلا اون علم و دانشه شاید، یعنی این که مردگیری من احساس کنم یه ببخشید من فقط اینو بگم چون یادم میره بچه ها میدونم، من اصلا اینطوریه که وقتی که یکی میاستم مرد گریه نمی کنه، اون موقع فقط یه چسب و زخم بوده میخواستم بزنن از خفه شد تو رو بارم اصلا حسن نداریم، یه همچین داستانیه. ولی شاید واقعا پس ذهنش این نیست که مرد گریه نمی کنه، شاید هم بوده دیگه، شاید من اینه که واقعا مرد گریه نمی کنه، نه بوده مثلا گفتم و پسر مثلا دست با که دیم مثلا اون مقایسه ها رو که اصلا بذار کنار، یعنی اون که اصلا یه اپیزود دیگه خودش میخواد، ولی منظورم اینه که اون وقتی که اون سواده وجود نداشته، شاید اون درک وجود نداشته از همچین چیزی، چون من الان نمیتونم اینجا مثلا بشینم به خانواده خورده بگیرم، چون اونام توی همچین شرایطی بزرگ شدن، واقعا شاید اون ریسورسز ها مثلا وجود نداشته، یا اینکه تشویقی برای اینکه برنی همچین ریسورسز هایی رو بخونم وجود نداشته، شاید مثلا از لحاظ اقتصادی فرهنگی مثلا توی فقری بوده اون خانواده. آره فاکتور مختلف. آره این چیز خوبیه که گفتی، به خاطر اینکه تو زندگیمون هم خیلی زیاد پیش میاد، ما یه سری خیلی چیزا رو میتونیم درک بکنیم، مثلا میتونیم درک بکنیم که خانواده ما دسترسی به حالا اون اطلاعات، اون تحصیلات، اون منابع نداشتن، ولی تبرئه کردن جدا از درک کردن، میدونی چی میگم؟ یه چیزی هم که من میخواستم به این صحبت ها اضافه کنم اینه که فرض داد
یه قسمتی از صحبتش گفتش که حالا نمیدونم این آقا توی ویدیو گفته یا فرزاد داشت میگفتش که خانوما هم به ما کمک کنن. این خیلی این نکته رو تو ذهن من آوردش که هر کاری که خب ما میکنیم ساید افکت داره. ساید افکت به فارسی چی میشه؟ تاثیر جانبی. تاثیر جانبی. تأثیر جانبی داره. عوارض. و فکر میکنم این مردونگی سمی یکی از عوارض زن ستیزی و سیستم مرد سالاریه که میاد مردونگی و زنونگی رو میذاره نقطه های مقابل هم دیگه. تو همه چی هم میشه دید. شما وقتی که میخوان بچه دار یه کاپلی یه زوجی یه زوجی بچه دار میشن، صورتی یعنی دختره، آبی یعنی پسره. عطرهای مردونه همه بسته‌بندی های بزرگ و ضخیم، عطرهای زنونه خیلی ظریف و رنگای شاد و عطرهای مردونه. یعنی مثالی که میذارم یعنی تو همه چی شما میتونین این که مردونگی و زنانگی نقطه مقابل همه نو ببینید. آبی صورتی چجوری مقابل همه؟ نه منظورش از مقابل اینه که یه مرز مشخصی وجود داره، این یه جا اون یه جای دیگه است. متفاوتن دیگه. نمیدونی شاید از لحاظ جنسی جنسش ممکنه پسر دختر باشه، جنسیتش ممکنه مشخص نباشه. منظور روشن فکر کنم اینه که اون تمیز دادن بین این دوتا شاید اون مرز مشخص واقعا نیازی نباشه. آره و میگم وقتی که این سیستم مرسالی خیلی پر رنگ میشه، متاسفانه عوامل خب خیلی بدی هم برای خود مردها داره. همین که حالا مرد باید قدرتمند باشه، چه میتونم گریه نکنه و حالا این مورد توی خیلی چیزای دیگه هم خودشو نشون میده. مثلا همین که من سر کار خیلی از دست خودم ناراحت شده بودم که گریه کرده بودم، دلیلش از چی میاد؟ به خاطر اینکه شما اگه میخوای توی این نظام جدی گرفته بشی باید مردونه رفتار کنی، سخت باشی، نباید گریه باید سرسخت باشی، باید خم به ابرو نیاری، باید حتی ایمیل نوشتن، حالا این خیلی باب شده که همه راجع بهش صحبت میکنن و منم خیلی دیدم، معمولا خانما خیلی ایمیلاشونو سلام حالت خوبه آخرش تنکیو و علامت تعجب میذارن و من هم توی اینترنت دیدم که خیلی ها راجع بهش صحبت میکنن، همین که خودم هم همین طوری هم. بعضی وقتا که میخوام یه ایمیل جدی بفرستم سعی میکنم ایمیل خشک بنویسم که متوجه یعنی اونقدر معلوم نباشه که او طرف ایمیل رو میخونه بگی که اوکی یه خانمی نوشته و خب این خیلی بده. چرا من باید برای اینکه جدی گرفته بشم باید مثل یه آقا کد انکد توی گیومه رفتار بکنم؟ این چرا یه آقا نمیتونه آخر ایمیلش متشکرم بذاره، علامت تعجب بذاره؟ من هپی فیس هم میذارم. من با خیر مقدم شروع میکنم. آره نمیدونم حالا ولی اینه که میگه رو منم دیدم، منم باش آشنا بودم که همچین قضیه هست ولی خب ما تجربهش نکردیم. آره کلن خب از قدرت میاد دیگه، یعنی هر نشونه از احساسات یا هر چیزی که متناسب به زنانگی باشه یا جامعه اینو بهش داده باشه تو قدرت نیست. دقیقاً. حالا من فقط بگم چون همیشه میگن شما با هم دیگه موافقید و اینا، من مشکلی با این که مثلا روش مارکتینگ ها متفاوته ندارم، مثلا رنگ ها متفاوته شاید ندارم، نمیدونم حالا بسته ها بزرگه شاید واقعا یه روش خوب مارکتینگ آقایون از بسته های بزرگتر مثلا به واسطه
دی ان ای که دارن یه هم چیزی روشون تاثیر میذاره، یا مثلا خانوما به واسطه دی ان ای که دارن من نمیدونم اما میگم شاید یا مثلا مجوریتی کسایی که بانوانی که هستن شاید با رنگ های مثلا صورتی بیشتر میتونن بهشون بفروشند، و اون کمپانی هم که داره کار میکنه بیزنس داره میکنه دیگه، یعنی میاد برای کسی پروداکت رو تعیین در واقع درست میکنه که بتونه بیشتر بفروشتش. در ادامهش میتونه اینم باشه که مثلا، یعنی کمپانی هایی هم میتونن باشن که اون مثلا نیش مارکت وسط رو در واقع انتخاب بکنن دیگه. ولی از لحاظ بیزنسی نمیدونم، شاید من زیاد باش مشکل ندارم که یه کمپانی بتونه مثلا تارگت آدینسش رو انتخاب بکنه و نسبت به اونا مارکت بکنه. مثلا یه قدم بگرش یه قدم اگه بخوایم بریم عقب، اینطوری بوده که ما آموزش دیدیم یا یاد گرفتیم که رنگ صورتی، رنگای اونطوری مثلا رنگای ظریف‌تری هستند، مثلا این شاید دیدگاه من باشه اشتباه باشه، رنگای حالا خاکستری یا مثلا نوترال، رنگای مثلا خونسا بیشتر عطر مردونه تو اون طیفندیه، یا مثلا خیلی آبی نفتی هن یا خیلی تیره هن اینا، واسه همین خب یه مرد یا اونه یا این که نمیدونم واقعا اینه که نمیدونم تقدم تاخرشو نمیدونم که مارکتینگه به ما گفته صورتی مال مثلا بانوان بیشتر خوششون میاد از صورتی، یا واقعا توی مثلا یه استادی بانوان نسبت به صورتی ریاکشن بهتری نشون دادن و برای همین اونو پی گرفتن، نمیدونم تقدم تاخرشو نمیدونم. ولی من کلن با این که قبول بکنیم که دوتا جنسیت وجود، فکرم قبلا هم با روجین در مورد زیاد صحبت کردیم توی تلگرام، من با این موضوع مشکل ندارم که قبول بکنیم که دوتا جنسیت وجود داره، یا حالا دوتا سکس وجود داره، جنس وجود داره، آره دو تا جنس وجود داره و کنسل شده. من این فکر کنم این داستان مرغ و تخم مرغه، دیدن فهمیدن کدومش اول بوده، ولی اینکه مردا واقعا مثلا به رنگتون هم تیره علاقه داره، خانم ها روشن، یا اینکه انقدر این تبلیغ شده اونو علاقه نشدن، چون مثلا یه بچه که بخواد، حالا فرض کنید یه پسر بچه بخواد بره یه لباس صورتی بخره، قطعا مامان باباش بهش میگن اینو نخر، این دخترونه است. خب توی ایران حتما 100% میگن. خب این تو ذهن اون آدم میشینه، برای همین اون آدم که بزرگ میشه دیگه لباس صورتی احتمال خریدنش کمتره. من فکر میکنم بیشتر از این بره، یعنی فرهنگه باعث میشه که علاقه ایجاد بشه تا اینکه یه چیزی حالا درونی باشه دقیقاً، و حالا مارکترا از اون استفاده کرده باشن. این حدسه. و حالا تو ادامه حرف ایمان، به نظر منم این تاثیرات میتونه تو دو تا کاتگوری بره، مثلا تاثیرات واقعا مادی که حالا شما عطر آبی بخری یا صورتی یا اصلا چی یا حالا لباس یا هر چی، اینا میتونه مادی باشه، ولی این صحبت‌های حالا احساسی و اینا نمیتونی، به نظرم خب یه سری چیزایی که انسانیه، یعنی اصلا ربطی نداره که شما خانم یا آقا، شما نیاز داری از لحاظ مثلا سلامت روانیت این که آقا وقتی که موقعش گریه کنی، میدونی چی میگم؟ یا تو فکر میکنی این دوتا کاتگوری نیست مثلا؟ ببین من میگم که اینی که حالا بحث عطر و رنگ و اینا شد، این اوکی مثلا اوکیه که مردا حالا یه جوری باشن، زنا یه جوری، اگه حالا میخوام به ما دیکته کرده باشن یا هرچی، ولی تو بحثای مثلا احساسی، بحثایی که داریم الان میکنیم، چون در مورد انسان داریم صحبت میکنیم و انسانم احساساتش و اینا دیگه، اوریج بخوای بگیری توی رنج دیگه، مثلا اینطوری نیست که میدونی سیگنیفیکنت باشه. میگم حالا ما هم دوباره استادیون که نداریم، میگم تو اینها باید یه چیزی باشه، یه سری استانداردهای حالا باشه که نمیدونم، من احساس میکنم که موقعی که میای دورشی چارچوب میذاری سختش میکنی، یعنی میگه که باید یه استانداردهایی باشه، مثلا میشه مثل همون که چه میدونم باید بتونی جلوی پارتنرت گریه کنی. نه حالا شاید اشتباه، تو خودت موافق چارچوب گذاشتن بودی؟ آره راست همین، من گفتم من با این مشکلی ندارم، من گفتم من با این مشکل ندارم که
یه شرکت برای مارکتینگش میتونه بیاد از مثلا رنگ‌های مشکی برای اینکه بیشتر میفروشه بیاد از رنگ‌های مشکی استفاده بکنه. خب پس یعنی اوکی اگه چارچوب گذاشته بشه، ولی الان گفتی که نه من نمیگم گذاشتن نیست. نه من میگم که اگر که طرف یه کمپانیه و میخواد دیزی بفروشه، من از این ناراحت نمیشم که آره، ولی در چیزای توی میگه در مورد انسان که داریم صحبت میکنیم چه جوریه، من میگم اون اینطوری نیست که باید طرف بتونه جایزش گیری بکنه. من نمیگم کمپانی باید بره عطر مشکی برای مرد تهیه بکنه. من میگم اگر که عطر مشکی تهیه کرد، نه بگیم که چرا عطر مشکی تهیه کردی، یا اگه مثلا بستش بزرگ بود، نه بگیم که چرا بسته بزرگ فقط برای مرد، چرا برای زن بسته بزرگ مثلا تهیه نکردی. آره ایمان، این ببخشید من اینجا اینو بگم، این درسته، ولی همش اینطوریه. یعنی اینطوری نیستش که یه شرکت داره یه عطر درست میکنه. این خیلی استاندارد شده. یعنی بس فکر کنم چیزی که روژی میخواد بگه اینه که گستره اون مرزبندی ها صرفا به مارکتینگ محدود نمیشه، طبق حرف فرزاد، به حالا شیوه بروز احساسات، به شیوه آسیب پذیر بودن هم ادامه پیدا میکنه. یعنی اونجا مرزبندی میکنن که پسر بچه اینطوری باید مثلا لباس بپوشه، دختر بچه اینطوری، اسباب بازی ها باید اینطوری اینطوری باشه، و به تبع اون وقتی بزرگ میشه مرد باید اینطوری احساساتش رو نشون بده، بره راه بره، خانوم میتونه راحت گریه کنه. حرف اینه. احتمالاً نه، شاید لغت غلطی باشه، میشه مطالعه بشه که اون تأثیری که حالا توی در واقع فرهنگ کالا محور روی ذهن آدم ها گذاشته میشه، آیا در آینده توی نوع رفتار آدم ها هم در واقع تأثیر پررنگی داره یا نه. این باعث میشه که مثلا مرد توی شرایط احساسی بخواد حالا تو سطوح ناخودآگاه یه پترن رفتاری داشته باشه، خانم یه پترن رفتاری دیگه، یا نه همون دیگه. اینو من نمیدونم، اینو یعنی نمیدونم واقعا رفتن استادی انجام بدن که من مثلا مرد که توی شرایط مثلا بسته بزرگ شدم و مادر پدرم همیشه برای من رنگ های تیره خریدن، آیا من الان دوست دارم رنگ صورتی بپوشم ولی به واسطه فرهنگ نمیپوشم، یا اینکه اصلا نه من اصلا رنگ صورتی خوشم نمیاد. من خودم اگه مثال بزنم، من خیلی پیرهن صورتی و قرمز و مثلا این چیزا دوست دارم، ولی معمولا مثلا از طرحش خوشم نمیاد، اگر پیدا کنم میخرم حتما. خب یعنی به واسطه اینکه من همیشه مثلا اگه بریم اون کمدو واکنی 99% تیره است، ولی چون که علاقه شخصی خودمه و اینکه اگرم که صورتی باحالم ببینم خریدم پوشیدم، با اینکه صورتی خودکستم من اینجا پوشیدم. خب پس یه سال اینجوری بپرسم، ببین مارکترها اومدن رنگ صورتی رو، حالا اشکالی که بهش دادن یه جوری شده که شاید خیلی باب میل تو نیست، ولی اگه همون تیشرتی که مثلا تو مشکیشو می‌خری عینه با همون طرز اگه صورتی باشه تو اون رو دوست داری. آره. خب با همین فرض اگه از بچگی مثلا به ما نمیگفتن که چون پسر نباید گریه کنه، تو اگه با این ایده بزرگ شده بودی، امکانش بود که اون شب که مثلا فرنزو میدیدی ترجیح میدادی که اونجا گریه کنی؟ من اینطوری نمیگم که من خیلی گریه میکنم. مثلا فرضه، بیا اون شرایط رو تو ذهن مثالی تصمیم. نه اون موقع خودم تصمیم میگرفتم گریه کنم میگریه نه.